حمیدرضا جاودان، بازیگر در تئاتر، سینما، گاهی کارگردانی هم میکنم و ضمناً در دانشگاه سوربن تدریسم میکنم در دپارتمان تئاتر. بیش از 40 سالی که خارج از کشور هستم که 35 سالش در فرانسه بودم. آقای جاودان، انقلاب ایران چه تأثیر مستقیمی رو زندگی شخصی شما گذاشت؟ انقلاب مشروطیت نسیمش عطرش رو آورد، رسید تا به زمانی که من به دنیا اومده بودم، بعد شد انقلاب سفید و من پس از انقلاب سفید سفر کردم که ببینم آیا هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدم که نه، نزد همگان است و بس. مشکل کار اون دو بس بود که فکر میکردیم. بعد دوباره برگشتم، بعد شد انقلاب سیاه و من مجبور شدم جلای وطن بکنم و آمدم به فرانسه. آمدم پاریس که ویزا بگیرم برگردم برم آمریکا. اینجا ویزای من رو رد کردن. خب بنده اونجا گیر کردم، رفتم در بازارهای اطراف پاریس کار پیدا کردم به طور قاچاقی. غیرقانونی زندگی میکردین تو فرانسه؟ دو سال غیرقانونی زندگی میکردم و در اون زمان ایست بازرسی بود در راهروهای مترو و از دور من تا میدیدم که دارن کنترل میکنن. یه روزنامه لوموند گرفته بودم زیر بغلم گذاشته بودم که هر وقت این چیز شد در میآوردم، اینجوری بازش میکردم و سرام تکون میداد، بودم اینجوری میکردم رد میشدم. با همین کلک ها خلاصه خودم نگه داشتم تا اینکه تونستم برم دانشگاه میغای در تولوز، اونجا کارت دانشجویی بگیرم و برگشتم پاریس. رفتم دانشگاه پاریس 8 در دپارتمان تئاتر شدم دانشجو، که از اونجا شروع شد که نما نقبی زدم به تئاتر فرانسه و شروع کردم به کار کردن. کاری که انقلاب با من کرد هم مثبت بود هم منفی. منفی از این نظر که خب من تو کشور خودم میتونستم کارام بکنم، زندگیم بکنم، مثل خیلی از آقایونی که خب به هر حال بندم شدی مثلا یک قطره در مقابل اقیانوس استعداد اینها باشم. خب منم میتونستم اونجا زندگی کنم، معروف بشم، بیام اینجا برم جایزه بگیرم، جایزم رو بدم به مردم نه به کسی دیگه، ولی از من گرفته شد. خب ولی من نیومدم که غمزوزه کنم و بگم که خب حالا دیگه اینجوری شدم و بدبخت شدم و مردم، نه. همین این اصلا توفیق اجباری شد بر من و بهترین گروه های تئاتری، بهترین گروه های سینمایی کار کردم که حالا ذکرش رو نام نمی کنم، اصلا دوست ندارم از خودم تعریف کنم، ولی از دوستانم تعریف می کنم که این بچه ها این سالها کلی زحمت کشیدن و با بهترین گروه ها کار کردن، کلی چیز آموختن. ما الان به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی کار میکنیم. کاری که ما در این سالها کردیم این بود که اون واقعا ایرونی واقعی رو نشون دادیم. گفتیم که ایرونی ملت فرانسه، ملت آمریکا، ملت انگلیس، ملت آلمان، ایرونی اینه. به لطف این دوستامون که در ایران هستن که کار هنری میکنن، تونستن بلندشان تشریف بیارن اینجا تو بهترین سالن‌های اینجا کار کنن و خب درآمد داشته باشن، تشریف ببرن. البته خب زیاد التفاتی به ما شد نداشته باشن، به ما میگن خارج کشور نشین، ولی ما خارج از کشور نشسته ایم ولی فراموش نکرده ایم، در این که من خودم رو شهروند جهان میدونم ولی با این حال در اونجا به دنیا آمدم، هنوز به همون زبون حرف میزنم و میخونم و مینویسم و بازی میکنم. بنابراین ما هم میتونستیم برگردیم، ولی من شخصا برنمیگردم تا زمانی که مجبور بشم. خیلی چیزایی که مربوط به سانسور میشه و به چیزهایی میشه که من اصلا علاقه بهش ندارم و مخالف 100% هستم، باش همکاری کنم و همراهی کنم.